به نام خدا. سلام دوستان، جلسه تو گذشته راجع به نحوه ایجاد محتوا با همدیگه صحبت کردیم. توی این جلسه میخوایم راجع به مدیریت رسانه با شما صحبت کنیم. در واقع ما میتونیم از طریق مدیریت رسانه فایل، تصویر، صوت و ویدیو به سایتمون اضافه کنیم. خب مسئولیتمون با منو رسانه است که دوتا منو داره، یک کتابخونه و یک افزودن. اگه من روی کتابخونه کلیک کنم واسه من یه صفحه میاد که میگه هیچ رسانه پیدا نشد. خب میتونیم از طریق دکمه افزودن به رسانمون اضافه کنیم. خب میام روی دسکتاپ و به عنوان مثال این تصویر رو انتخاب میکنم. خب میبینید که تصویر پردازش میشه به حجمای مختلف، بستگی به قالبتون داره، تقسیم میشه. خب من اگه روش کلیک کنم یک سری اطلاعات براش میاد، شما میتونید اینجا رو عوض کنید. خب یه نحوه دیگه هست این که میتونم درگ اند دراپ کنم، به عنوان مثال این دوتا تصویر رو بندازم اینجا، این دوتا رو برای من اضافه میکنه. خب من روی یکی از اینا کلیک میکنم، شما میتونید اینجا نام فایل رو ببینین، نوع فایل رو ببینین، تاریخ بارگذاریش رو ببینین، حجم فایل رو ببینین و ابعادش رو. اینجا میتونین نامش رو عوض کنین، یه نام دیگه براش انتخاب کنین، یا همون کپشنه میذارم اسکی در کوهستان، یه متن جایگزین اسمش میذارم اسکی، یک توضیحات میتونین براش بنویسین. خب این خود به خود ذخیره میشه. من میتونم از طریق این برم به عکس بعدی، وقتی برگردم میبینید اینجا هنوز اطلاعاتش موجوده. خب ما یک منوهای دیگه هم اینجا داریم، میتونیم نحوه نمایش رو عوض کنیم. اینجا اطلاعات کلی، ویرایش، پاک کردن برای همیشه و نمایش برای ما، یکی تو سایت چه چیزی نمایش خواهد داد. و میتونیم انواع محتوامون رو فیلتر کنیم، اونایی که به هیچ تصویری، به هیچ پستی پیوست نشدن، به عنوان مثال هر این سه تا به هیچ پستی پیوست نشدن، تاریخ ها رو انتخاب کنیم و نام رو جستجو کنیم. خب حالا ما اینها رو چطور به پست هامون اضافه کنیم؟ خب اگه من وارد نوشته هام بشم، همه نوشته ها، این رو داشته باشین که این مدیا فقط میتونه به پست، برگه و ویجت ها اضافه شما، راه دیگه ای نداریم. خب من میام سلام دنیا رو ویرایش میکنم، از طریق قرار دادم عنوان تصویر شاخص این تصویر اسکیباز رو انتخاب میکنم، قرار دادن برای همیشه. خب به روز رسانی سایتم رو نگاه میکنم. خب میبینید تصویر من اینجا اضافه شده، اگر روش کلیک کنم اینجا هم میبینید به این سبک اضافه شده. خب من میتونم از راه‌های دیگه هم تصویر اضافه کنم، به عنوان مثال از دکمه افزودن پرونده چندسانی این رو داخل متنم هم میتونم بذارم، به روز رسانی رو انجام میدم. خب ریفرش میکنم صفحه رو، میبینید عکس اینجا اومده، کپشنش هم اینجا اومده در واقع. خب شما میتونین علاوه بر تصویر، ویدئو و صوت هم اضافه کنید. به عنوان مثال شما با افزودن پرونده چند رسانه‌ای، خب من اینجا اینتر بزنم بیام پایین که واضح تر بشه، میتونین بارگذاری پرونده رو داشته باشین. به عنوان مثال من این ویدئو رو اضافه میکنم، گذاشتن در نوشته، میبینین که خودش فرمتش رو درست میکنه. اگر به روز رسانی رو انجام بدم و ریفرش کنم، میبینید که ویدیو رو برای من آورده و اگر من پلی کنم پلی خواهد شد. صوت رو هم به همین طریق شما میتونین از اینجا فرمت رو عوض کنین، به مثال بذارینش رو ویدیو، بستگی به قالب داره، میتونه نحوه نمایش عوض بشه، میتونه عوض نشه. خب تو این قالب هیچ تصمیمی براش گرفته نشده، ولی اگر بیایم توی صفحه بلاگ، اینجا اولین ویدیویی که توی
سایتمون هست، توی پستمون هست، رو به جای تصویر شاخص میاره. خب اگر بذارمش روی تصویر، به روز رسانی رو انجام بدم و ریفرش کنم، همون ویدیو عکس رو برام میاره. خب به عنوان مثال حالا میذارمش روی صدا و یک صدا به اضافه میکنم. خب یک صدا من اضافه کردم. خب اگر سایت رو ریفرش کنم، صدا به اضافه تصویر میاد اینجا، و سایت رو ریفرش کنم، صدا زیر تصویر اضافه میشه چون فرمتش صوته. حالا میذارمش روی استاندارد و ریفرش میکنم. میگم تمام اینها مربوط به تنظیمات قالب و فکری که نویسنده قالب برای این موضوع کرده. خب ما میتونیم گالری هم اضافه کنیم. افزودن پروانه. به عنوان مثال من این ستا رو انتخاب میکنم، شیفت رو نگه میدارم و انتخاب میکنم. میتونم بنویس بذارم گذاشتن در پرونده. میبینید هر ستا اضافه میشه. متن رو هم که نگاه کنید میبینید که ایمیج به اضافه کپشناش اضافه شده. به روز رسانی رو انجام میدم. خب میبینید ستا تصویر اضافه شده. اگر اینجا رو ریفرش کنم میبینید که این ستا تصویر اضافه شده. میتونید اینجا فرمت رو هم بذارین روی گالری. خب ما اینجا فقط میتونیم عکس رو ویرایشش کنیم، وسط چین کنیم، راست چین کنیم، چپ چین کنیم، متن اضافه کنیم با درگ اند دراپ، یعنی با کشیدنش عکس رو بزرگ یا کوچیک کنیم، حذفشون کنیم. بعضی میتونین از طریق درگ اند دراپ هم اینجا شما مورد اضافه کنی، تصویر اضافه کنی. اینجا میتونین تصویر رو بکشین، اینجا میاد و گذاشتن در پرونده. خب میتونین گالری محتوایی هم داشته باشین، یعنی به صورت گالری تشکیل بدین. اینجا میایین ساختن گالری از تصاویر. خب ستا عکس رو من انتخاب میکنم، گالری تازه بسازید. خب برای ما یک گالری اضافه کرده. اینجا ما تنظیمات داریم، پوست پیوند به پوسته پیوست ها، پرونده رسانه ایش کنم که اینها به چه چیزی لینک بشن. خب اندازه تصویرشون بستگی به قالب داره، میانه بزرگ، اندازه کامل میذارم همون میانه، گذاشتن گالری. خب گالری ما رو به این صورت میاره، به روز رسانی رو انجام میدیم. خب صفحه رو من باز میکنم. میبینید اینها لینک دارن، یعنی لینک به خود عکس دارن. خب ما میتونیم از طریق قالب اینها رو به صورت لایت باکس نمایش بدیم. خب مطلب دیگه ای راجع به رسانه ها وجود نداره. یعنی جلسه آینده راجع به ویجت ها صحبت خواهیم کرد.